از قدیم گفتن تا سه نشه بازی نشه. الان رسیدیم به سومین ترک آلبوم آمادوس علیرضا جی جی که اولیش بنگ بنگ بود که با همین یسنا بود، دومیش بالانس بود که هیدن بود، ام جی بود، خلصه بود، و الان رسیدیم به سایکو علیرضا جی جی فیت با یسنا، همونی که بنگ بنگ و باش فیت داده بود. و من واقعا بنگ بنگ رو خیلی دوست داشتم به عنوان یکی از میشه گفت کارهای تکی علیرضا جی جی که مثلا با اعضای زد بازی نبود. بریم ببینیم که چه خبره. سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون. آقا میخواییم بریم بشنویم سایکو روانی از علیرضا جی جی و یسنا، 3:56 کاورش، عکس این نوارای فیلم قدیمی و عکس چاپ شده و شیشه شکسته و کلمات این ور اون ور افتاده کج و کله. و آمادئوس انصافا داره آلبوم خفنی میشه، ولی سوال اینه که میخواد همینجوری پازلی پخش کنه ترک ها رو تا آخر؟ حالا نمیدونم چند تا ترکه، 10 تا ترکه، 11 تا ترکه، چند تا ترکه نمیدونم. اگه شما میدونین که کامنت بنویسین، ولی فکر نکنم شما بدونین، نفسم گرفت. ولی حالا داره تک تک پخش میکنه، تک تک هم انصافا صورتش نسبتا خوبه، فکر کنم توی 2-3 ماه داره اینا رو پخش میکنه دیگه. اوکیه به نظرم، سرعت اوکیه. بریم بشنویم ببینیم که چه کرده، روانیمو میکنه یا نه. بنگ بنگ که قشنگ اون فضای حالا هوایی مثلا وسترن و این داستانا رو اوورد برامون، و ببینیم که سایکو روانیمو میکنه یا نه. اگر تا الان سابسکرایب نکردی خوشحال میشم که سابسکرایب کنی، زنگوله کانالش فعال کنی، لایک کامنت یادت نره. اگرم الان حال نداری ببینی یا وقت نداری سیوش کن، بعدم که اومده یوتیوب خودش میاد بالا و میبینی. 1-2-3 دنبالی صبح کشم چگوی خودم که معلوم نیالا سایکونه یا من. اون هارلی کوین، من چارلی شین، بیشتر شبیه چاکی و دختر باربی نی. شیکو پیکو سیکو نیکو دی، میفتی تو دامش بی خودی، اعتماد به نفس میاره پایین. گوشه نشفته با سیگار و واین، میبینه لم دارم میرینه بم بازم، عاشق گیمه چون سیبیلا کرم دارم، دوستای چتم هم تکیلا بم دادن، رفتم جلو گفتم بیبی یاره یا نه. چه بیتی داره انصافا، شماره یک بودنش رو توی 20 داره خیلی قشنگ به وضوح میرسونه. تمام تکیلا بم دادن، رفتم جلو گفتم بیبی یاره یا نه. نگاش منو دیوونه کرده، کر میریزه میونه حرفش، میگه تا کی میمونه دردش. حالا شما من بیوده استش، چون تحت کنترلش هم پر باتری، اونم ریموت تو دستش. سایکو سایکو تو دامش افتادم، سایکو سایکو دنبال صبح تا شب، سایکو سایکو چه گوی خودم که معلومی هم سایکو اونه یا من. گایده این سایکو ما رو، بای پودا رو، بای خدا رو شکر، صف ساختن این آیفون ها رو وقتی پرتشون میکنم رو دیوار. صف ساختن این آیفون ها رو وقتی پرتشون میکنم رو دیوار، تست مقاومت آیفون اینجا کانال تکنولوژی هم شد. صف ساختن این آیفون ها رو وقتی پرتشون میکنم رو دیوار، نذاش برام اعصاب نه، هر مووی بزنم تش باختم مات میشی تو. ولی صدای آیفون نبود که خورد تو دیوارا، مگر اینکه خورده باشه تو قاب عکس، چون صدای شیشه اومد. آیفون یه صدای، من چون تست مقاومتاشو دیدم، یه صدای دیگه میده کلا. گوشی یه صدای دیگه میده. رو وای خدا رو شکر، صفر ساختن این آیفونا رو وقتی پرتشون میکنم رو دیوار، نذاش برام اعصاب نه، هر مووی بزنم تش باختم مات میشی تو پنج حرکت، واسه بری تا نفر بعد، لول تو زب در صد
نمیشه دیگه مغلطه کرد. IQ بالا ولی بی رحمه، فن نزن سری میفهمه، فیلم عشقیه ولی بی صحنه، رزه اما صمیمی لحنش بد خطرناک، عشق فن فتح فاک فریک تو تخت هیچ وقت بورین نیست، نه نمیدونی میخواد بره با چیت و بیشتر میزنه نیشخن نمیدونی میخواد بره با چیت بره بورین نیست، نه نمیدونی میخواد بره با چیت و بیشتر میزنه نیشخن میاد جلو میده سیگنال قوی، میره پایین میگه دیک مال منی. هرجا میری من و تو میشه زد و خون فرد دیر سر سواشتی کن، من دیگه طاقت ندارم زیر پرون دم در منتظرت میشینم تا بیرم فیکا تو دامش افتادم دنبال صبح تا شب چه گوی خودم که معلومی الان سایکو اونه یا من. خب همین الان بگم من یادم میره بذارم آخرش. فضاسازی خود موزیک خیلی درجه که یعنی اون حالتهای روانی بودن رو بهت میده که مثلا یه تنشی وجود داره بینشون، ولی توی تکس و اجرا حس میکنم اون اتفاقی نیفتاده تا اینجا. خوب بودا دارن توصیف میکنن یه رابطه ای رو، یه شکلی از رابطه رو، اما اون قدری که به نظرم فضاسازی موزیک، خود موزیک، تنظیم، بیتش موفق بوده، اجرای موفق نبوده. حالا شما بنویسین که چجوری، شاید این برداشت منه. سایکو سایکو تو دامش افتادم سایکو سایکو دنبال صبح شم سایکو سایکو. حالا نزدیک 45 ثانیه مونده از موزیک خب، و جی جی دو ورسش خونده، یسنا هم دو تا کورس اومده تا الان، خب دو تا یا سه تا. این 45 ثانیه اگر فکر کنم یه ورس بخونه جی جی میتونه تا یه حدی موفق بشه، ولی اگر همینجوری بخوان سایکو سایکو اینجوری یکم میفته رو دور تکرار. بریم که معلومی الان سایکو اونه یا من. دوباره افتادم به چون خودم، دوباره افتادم به چون خودم، دوباره افتادم به چون خودم، میترسم و فکر و من رو بروشم. بعضی روزا خواب پا میشم میبینم کنار تخت وایساده، زود میزنه به هم، هیچی نمیگه، باز چی کار میخواد بکنه، باز چه بلایی میخواد سر من بیاره. آخرش هیچ کدوم از اون حدسایی که زدیم نشد، نه ورس جی جی اومد نه کورس یسنا، یه نیم ورس یسنا بود یه جوری میشه گفت، بنگ بنگ یه چیز دیگه بود، نه انصافا بنگ بنگ یه چیز دیگه بود، حالا هواش یکم بیشتر ما رو غرق کرد تو اون فضاسازی که درست کرده بود. اینم خوب بود، ولی توصیفشون اسم میکنم نتونست با اون اجرای مجد بشه. توصیفشم خوب بود، ولی نمیدونم حسی که باید تو اون اجرای باشه اسم میکنم نبود. مثلا یکم حالتهای چی میگن چند شخصیتی، نه یه اصطلاحی داره که مثلا یه حقاتی میکنن یه آرومن، اونو مثلا اگه میتونستن تو حس توی اجراشون بیارن فکر کنم خیلی موفق بود، ولی حالا اینم خوب بود. کلن جی جی داره توی آلبومش روی فضاهای خاصی دست میذاره تا اینجا، اگر بالانس رو در نظر نگیریم، توی بنگ بنگ و سایکوی فضاسازی خاصی رو داره ترسیم میکنه که کمتر شد شنیدیم. جالبه، مخصوصا با یسنا هم داره
این روند رو پیش میبره. حالا باید ببینیم تا سه نشه بازی نشه. این سومین ترک بود، اما سومین ترک سینگل خود جی جی نبود. اون سینگلی که با سینگل نیست دیگه عملا، اون چیزی که با یسنا قرار فیت بده اون مهمه. اون فکر میکنم روند آلبوم پیش میبره. پس تا سه نشه بازی نشه، باید منتظر فیت بعدی این دو نفر باشیم. حالا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه هفته دیگه، نمیدونم که، ولی اتفاق میفته به زودی. اون مشخص میکنه که قراره تا آخر آلبوم ما این فضا سازی‌ها رو داشته باشیم یا نه فقط همین دوتا اتفاق افتاده و ادامه‌ای در کار نیست. خیلی چاکریم، مرسی که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم حال کرده باشین. حستون رو به آهنگ توی کامنت ها بنویسین و از 1 تا 5 بهش نمره بدین، امتیاز بدین. 1 یعنی ضعیف، 5 یعنی درجه 1. ببینم چه میکنین. تا یه ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشین، سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله کنارش. قربان شما مستر چک. به مرتضی تو بگو بعد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مولا ولت نمی کنم. تو داشته هایی تایتون گرم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گرم.